سلام و وقت همه شما بخیر بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی. خیلی خوشحال هستم از اینکه بازم با شما هستیم در برنامه امروزی رسم زندگی و مثل همیش تا ساعت 2 با ما همراه باشین. خیلی خوب میشه که امروز بیایم در رابطه با رسم رواج ولایت مردم ولایت نورستان صحبت بکنیم، اینکه چی رسم رواج های دارن، چی ویژگی های هست و موارد هم هست که شاید هم بیشتر ما آگاهی نداشته باشیم و خوب هست روی رسم رواج های ولایت نورستان صحبت ها امروز داشته باشیم. همین امروز موضوع برنامه ما هست و بازم امروز با ما اجمل جان حقیقی هستند و میخواین که در رابطه با رسم رواج ولایت نورستان، لباس هایشان و اون همه فرهنگ و موارد که هست در رابطه با ولایت نورستان، مردم ولایت نورستان، اجمل جان به ما معلومات میدن. پس حتما برنامه را بیننده باشین و صحبت های ما را تعقیب بکنین، ان شاء الله که برنامه هم جالب خواهد بود. خب از طریق مثل همیش بازم خیلی کوتاه یادآور میشم از طریق 488 فیسبوک با ما میتونید در ارتباط باشین و تشکری خاص میکنم از دوستای ما در 488 پیام میگذارن. همیشه وقت نظر میتن، پیشنهاد، انتقاد همیشه ما میپذیریم و حتما روی پیشنهاد انتقادات شما ما روی برنامه حتما کار میکنیم. سلامت باشین. لحظات بعد اگر خواستین تماس بگیرین در برنامه 0-2-2-10-93 هم فقط چند لحظه بعد فعال میشه و ما هم منتظر تماسای شما هستیم اگر خواستین چیز سوال از اجمل جان داشته باشین. سلام برسه به شما، خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. سلام خدمت شما، همکارای تکنیکی، به هموطنان عزیز ما که ما را تماشا میکنن. با میزی که جور ساعت من و لباس عافیت بر تن داشته باشند، خیلی خرسند هستیم که با یک لباس کاملا متفاوت کاغذ پیچ در خدمت هموطنان عزیز ما قرار دارم. سلامت باشین. خب در آغاز شروع بکنین از ولایت نورستان، از چه چیزهای خاص از ولایت نورستان در رسم و رواج شما؟ از اینکه در رابطه با فرهنگ نورستان صحبت میکنیم، همین بفکوچای دیروز و امروز که در نورستان آمده که تلفات زیادی داشته، به اونها تسلیت عرض میکنیم، به امید که به خیر و به خوبی از این جنجال خلاص شوند. خب لباس های اصیل نورستان کمی در رابطه با قدامت نورستان در فرهنگ و نات صحبت خواهم میکنم. بازار سوالی بودم شما مدهن متصم. خب نورستان از جمله ولایت است که در قسمت صنعت خود مثل ولایت غزنی و مثل بامیان و مثل ولایت پکتیا خیلی پیشتاز هستند. زیادتر تولیداتشان در قسمت صنعت، تولیدات از اونها پشم است که از پشم پوستین های مقبول می سازند، کلاه های مقبول می سازند. یعنی سرچشمه پوستین یا پوست حیوان از نورستان و از پامیر بدخشان است. یک ویژگی که فرهنگ تویانی از اونها داره یا فرهنگ نامزادی از اونها است، زیادتر میره نورستانی های ما تاکید کردن که باید از طریق رسانه های مختلف یاد بکنم. زیادتر تویانه از اونا تقریبا بیزان گوسفند است یا بعضی اوقات باز اگر بیزان گوسفند نباشه یا مثلا اگر کمی کلانتر بگیرن بیزان گاو است. کمی تویانه یعنی اینا پول نقد نمیگیرن؟ پول نقد البته در اوایل 40 دانه بود، حالا دی شب روز به 20 دانه رسیده که شاید حالا در بین بعضی خانواده ها تویانه مثلا مروج باشن و تغییرات خودشان آورده و مرتبط به خودشان میشه. و سه نوع نامزادی وجود داره در نورستان. یک نامزادی که قبل از تولد اطفال یعنی نامزادی صورت میگیره، بین خانواده ها تفاهم صورت میگیره که اگر مثلا از ما دختر باشه بچه باشه، تفاهمی که بین دو خانواده صورت میگیره. و یک نوع نامزادی که در سن یعنی طفولیت بینشان بین صورت میگیره و یک نوع نامزدی دیگه که در جوانی به مشوره دو جوان نامزدی صورت میگیره. این سه نوع نامزدی خیلی رواج است، رواج بود البته، ولی خوشبختانه بگیم که دیش و روز کم رنگ شده. یعنی خواستگاری ها یا مثلا نامزدی ها بین دو جوان به مشوره خودشان است. و ویژگی دیگه که فرهنگشان رقصشان داره، رقص ملی از اونها، چون که مردم پشتون تن ملی است، مردم پنشیر و قرسک ملی است، در سمت های مختلف رقص های مختلف دارند. مردم نورستان، جوانای نورستان با مول لباس های محلی خودان در محافل عروسی خودان البته یک نوع گردی خرد آتش دارند، باز یک نوع دایره بسته میکنند. جوان ها چه قسم به دوستان مثال بتم، یعنی بازو در بازو یک دیگر گرفتم، یعنی یک دایره تشکیل میتن، بعدا یک رق امو موزیک محلیشان که طوله با دول است پلی میشه و اینا رقص میکنن. غذاهای نورستان چی است؟ رقصشان؟ غذاهایشان؟ غذاهای اصیل نورستان زیادر جناب شوله را زیادر خوب پخته میکنن، شوله خیلی تند پخته میکنن، زیادر
زیادتر شیرنی باب رواج نیست، یعنی در شیرنی باب تو قدر مثل مزار شریف یا مثلا هرات که سوخان است و مثلا یا سمت مزار شریف کنجد است، و قدر به شیرنی باب اونا چی نمیکنه، قدر به تون باب یعنی چیزای تون دام نام. خب قبل از اینکه سوالای دیگر داشته باشم از ارجمند جان، روی لباسایی که خودتان پوشیدین معلومات بدین. خب از اینکه صحبت کردم که در نورستان پوستین یا ساخت ساز پوستین یا از پشم و گوسفند چیزهای مختلف نامانا می سازن، پوستینی که از پوست حیوان پوست گرگ آماده شده مکمل ساخت پوست حیوان است، پیرانتومان کمپلی که در سمت نورستان یک پیرانتومان های کمپلی در امروی چپن های ازبکی هم استفاده می کنن که خیلی گرم است، چون که روزمره همیشه وقت هم تو لباس استفاده می کنن. دقیقاً بعضی اوقات اونها استفاده می کنن روزمره، یعنی خب در کل اگر بحث بکنیم فرهنگ کم رنگ شده، فرهنگ لباس پوشی در سمت ولایت ما بخصوص در خود شهر، ولی در سمت نورستان از سمت های اطراف ما خوب است، یعنی مردم استفاده میکنن. خیلی گرم است چون که نورستان اقدر کشور زراعتی نیست و در قسمت زراعت اقدر پیشتازیت نداره، زیادتر یک ولایت کوهی است. موزه خواستم امروش استفاده بکنیم که موزه اصیل از اونها را استفاده بکنیم و کلایی که یاد کردیم در برنامه‌های مختلف، البته که در هر سمت کلا یعنی پکول مو یک نام پکول بوده، ولی در قسمت رنگ فرق میکنه، قسمت طراحی فرق میکنه. مثلا پنچیر است رنگ شوتوری است، مردم بلوچ ما رنگ سیاه است، مردم گوجر ما رنگ سبز است، مردم نورستان ما رنگ کریمی است، سمت‌های مختلف با کلا فرق میکنه. بسیار خوب، این هم یک معلومات کلی در رابطه با فرهنگ ولایت نورستان که اجمل جان گفتن و لباس‌هایشان که با عنوان مثال و نمونه خودشان استفاده کردن. خب نعمت الله جان و فرزاد سلام تقدیم کردن، تشکر، سلامت باشین. گفتن آیا اجمل جان تحصیلات مسلکی هم راجع به مدل فرهنگ دارن یا خیر، و در رابطه به مدل مردم یعنی لباس های مردم سمنگان اینا گفتن که اگر معلومات بتن بر ما و چی وقت منتظر برنامه هایشان باشیم. خب یعنی تحصیلات ما یا امو کاری که در بخش مدلینگ کردیم با مدل های عربستان، مدل های هندوستان، مدل های هلند، که البته در مدل های هلند امو جوان های افغان خود ما بوده، همیشه ما حرکات یا امو تکتیک های مدلینگ امو چیزی که مترنشل یا میاری است آنلاین شریک میسازیم، همیشه با هم صحبت میکنیم آنلاین شریک میسازیم، قسمت قدم زدن است، رفت از برگشت است، معلومات های یک مدل استاندارد همیشه آنلاین شریک میسازیم، و بعضی ورکشاپ های از طریق سفارت هایی که در کابل برگزار میشه همیشه شراک میکنیم و با اونا هم نظر شریک میکنیم. دقیقاً، یعنی خیلی مشکل است وقتی چیز را به شکل مسلکی آدم نفهمه در رشته کار بکنم، تو کجمن جان گفتن حتما میفهمن و کار میکنن. خب بیاین یک وقفه بگیریم، در ادامه با ما همراه باشین و صحبت های ما هم ادامه داره. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. اگر شما میخواین سهم داشته باشین در برنامه 0220-2293 فعال است، و اگر سوال دارین از اجمل جان ما هم در خدمت شما هستیم. موضوع امروزی برنامه کسایی که بیننده نبودن، روی رسم رواج های مردم ولایت نورستان ما صحبت میکنیم، روی لباس هایشان که اجمل جان به شکل همونطور که گفتم نمونه برتون نشان دادم این لحظه پوشیدن، همین لباس محلی ولایت نورستان هست، و اگر شما میخواین سهم داشته باشین ما در خدمت شما هستیم. یک جزء سوال فرزاد جان از مردم سمنگان بودن که چیز آماده کرده این چیز، اگر میدانین یکم معلومات برشون. خوب است اگر کدام وقت بالای مردم ازبک ما بالای فرهنگ صحبت های داشته باشیم، حتما از سمت سمنگان لباس اصلیش به نمایش بگیریم. چپن های ابریشمی که همیشه اونا استفاده میکنن، یعنی چون که هر لنگی هر سمت هر قبیله ویژگی های خاص خود داره و یک زیبایی خاص خود داره. مردم سمنگان ما چون که زیادتر ازبک نشین هستن، همو لنگی های نازک نازک مردم ازبک ما بسته میکنن، از اون لنگی ها به رنگ های مختلف استفاده میکنن، یعنی بوت های مخصوص که اونا آماده کردن یا خودشان آماده میکنن. قسمت سنت یعنی از جمله پیشتازترین ولایت محسوب میشه، خانم ها مصروف هستن حتی در شرایط ناامن. بسیار خوب، آخرین کار که حالا تا حالا داشتین همین لباس هایی را که مردم ولایت نورستان می پوشن، آخرین کارتون بوده؟ آخرین کار همین لباس یعنی کاغذ بیترین لباس، تازه ترین لباس همین لباس بود. بسیار خوب، هارون جان سلام تقدیم کردن، تشکر. در مورد لباس مردم ولایت کابل اینا معلومات خواستن از شما، یک بار معلومات دادن اجمل جان. خب حتما هارون جان بیننده نبودین، خیلی کوتاه باستم برشان هم چیز گفتنی دار. خوب است، اونام یک نوع چپن های سیرنگی که مردم کابل یا تاجک های کابل کاکه های کابل استفاده می کردن. کلاه اصیلشان قرقل است، از قرقل یک نوع گوسفند است که از کلاهش
اونا از پوستش کلاهای مختلف آماده می سازن. حتی قرقل دوزا به یکی از همون قرقل دوزایی که 45 سال کار کرده در کابل به یکی از قرقل در اصل میگم مربوط بلخ است یا مربوط مزار شریفت در، ولی از نگاه اصلش بنابرای تحقیقات ما داشتیم اصلا قرقل از مردم کابل یا مردم تاجکای افغانستان است. انشاءالله باز برنامه بعدی اگر دوست بارش کار کردیم انشاءالله ولایت کابل هم در نظر داریم. خب فراموش نکنم خانمای ولایت نورستان لباسایشون کم معلومات بتین اونا چی استفاده میکنن، چی چیزهای از لباسای اونا؟ لباسای رنگهای شوخ، رنگ پیرانشان شوخ و اگر نو امو هر پیران شوخی که استفاده میکنه فرض بکن یک پیران سبز استفاده کرده که انشاءالله بر او را از تبلیغ خواد کردیم. مثلا یک رنگ سبز استفاده کرده، گل کار شده، گلای سرخ، رنگ سبز یا گلای سرخ یا دو رنگ مثلا تو با هم میکس کرده زیادتر اونا چادر به شکل لونگی استفاده میکنن. یعنی پیرانای دراز هست و چادر؟ بله پیرانای دراز است. مثلا اگر به رنگ سبز استفاده کنن گلایش سرخ جور میکنن استفاده میکنن و چادر استفاده میکنن، چادر به شکل لونگی استفاده میکنن همیشه و بعضی اوقات از پوست حیوانات یا کلاهای پوست حیوانات هم استفاده میکنن، البته در سمت های دور دست دوستان. بسیار خوب، همیشه وقت در هر برنامه اجمل جان روی محافلشان هم روزهای مناسبتیشان هم با شما صحبت کردیم. از هر ولایت در ولایت نورستان روزهای مناسبتیشان محافل که می باشه همین لباس ها هست یا نیست، کم در این رابطه معلومات بدین. اسعی جان به خاطر از اینکه نورستان تنها در نورستان نورستانی ها زندگی نمی کنه، مردم پشتون هم زندگی بگن، یک حسی از نورستان مردم پشتون و تاجک و خود نورستانی ها تشکیل میده، باز همی چند قبیله مردم اونجا زندگی میکنه رسم رواجاشون فرق میکنه و زیادتر در محافل عریسیشان همون اصیلش رقص اصیلش که برشان یاد کرده همون گردی رقص را که بسته میکنن، آتش جور میکنن و گرد از او جوانان رقص میکنه و حتی ما دامادای از اونا را بنابرای معلومات هایی که داریم و تماس هایی که با امرای از اونا داشتیم دامادایشان از اون لباس های اصیل و در محفل عریض شده میشن اون لباس های اصیلش خونه استفاده میکنن. حتی بعضی اوقات حتی اون گلگردن که به داماد میبرن اونم اون گلگردنش از پوست حیوانات میباشن، یعنی قدر شوق علاقه و نزدیکی از اونا با فرهنگ بیشتر است. بسیار خوب، یک اشاره که در آغاز صحبتهایتان داشتین که بعض چیزهای تغییر آمده، مثلا فرهنگ اصیلشان هر چیز است که تغییرات آمده، چی نکات منفی هست که تا حالا هم تغییر نخورده و همون چیزها هم تانوس هم روی همون فرهنگ هستن و همون ذهنیت ها و همون رسم و رواج ها استفاده میشه و چی مورد هم هست که مردم تا حالا هم در همون فرهنگ اصیل خودشان ولایت نورستان با همون زندگی میکنن؟ خب یعنی اگر دگرگونی فرهنگشان را بر شما بگویم، اما نامنی که مثلا اونجا به وجود آمده، مثلا نورستانی های ما مثلا یک تعداد از اونا به یک ولایت مثلا کوچ کرده و اصلا هم بگویم یک تعداد به ولایت دیگه، کمی فرهنگشان مثلا تیت پراگنده شده، به او خاطر مثلا مگه مردم فرد بکنه مردم کابل رفتن نورستان از سمنگان مثلا آمده، یک قسم کمی فرهنگ همیتون در هر ولایت ما کمی گردوت شده، ولی در اصل امو نورستانی های ما که اگر در خارج از کشور هم هستن بنابرای امو گپایی که همیشه شریکم رو از اونا می سازیم امو فرهنگ اصیل خونه حفظ کردن، حفظ دارن و در محافل عروسیشان، در مراسم های عیدشان، نوروزشان کاملا با امو وقت فرهنگ خود زندگی میکنن. بسیار خوب، لباس را که حالا شما اجمل جان پوشیدین تکه زیر همونطور که گفتین گرم هم از همیشه وقت هم تو تکای گرم میباشه. دقیقا، من یک چیز را دیگر هم اشاره بکنم، یعنی نورستانی های ما یا هر قوم هر قبیله به یقیده نباشه که ما در تنها در سمت خود یک لباس داریم، یا مثلا 34 ولایت افغانستان از 34 ولایت لباس داریم، تقریبا امو تحقیقات ما کردیم تقریبا 64 لباس از نورستانی ها مرتبال تحقیق کردیم پیدا کردیم و بیشتر از 18 جوریش تا بالا به طول چند سال بنمایش گرفتیم و انشاءالله جریان داره که لباس های دیگه طرحی دیگه شانم انشاءالله روی تصویر بکشیم. حسنا جان روی خط یسرا جان روی خط تلفن هستن و مشنیم که اینا چه سواله دارن. سلام برسه خواهر عزیز، به شما خیلی خوش آمدین. سلام باشین یسرا جان، بفرماین موضوع را هم حتما اگر بیننده بودین گرفتین، سوال اگر داره، نظر اگر داره ما مشنویم. از واقع محترم همین سوال دارم که لباس های را که اینا دیزاین میکنه و درشته هایی که اینا کار میکنه آیا مسلکی هستن درشته و اگر ما بخوایم که به اینا پیشنهاد بدیم که لباس دیزاین کرده بتانیم پس کدام طریقه؟ خیلی خوب، تشکر از تماس شما، حتما در این رو تجمل جان به شما معلومات میکنم. سلامت، تشکری میگه از این خواهر عزیز ما.
خب ما به طور مسلکی یادم هم کردیم که به طور مسلکی کار میکنم، به خاطر اینکه هر در هر هنری که بدون مسلک یا بدون کدام آموزش داخل شدی پیش بردن از او شاید یک روز دو روز باشه، ولی ما به طور مسلکی پیش میریم. همیشه حال هم شب روز یعنی تا ناخت شب اما به تماس هستیم روی مدلای کشورهای خارج بخصوص پاکستان، که پاکستان بهترین و تاپترین مدل‌ها را داره و اگر اینا بخواین لباس جور بکنه از طریق صفحات فیسبوک مرا پیدا بکنه، انشاءالله من در خدمت شما هستم. بله حتما، اینا پیشنهاد دارن که میخواین شما برشان لباس های دیزاین بکنه، یعنی خیلی ساده هست، میتونید در ارتباط باشین با اجمل جان، با تیمشان و کارهایشان رو ببینین. از مدل های کشورهای دیگه هم گفتین چه تغییرات هست، مثلا مدل هایی که اونجا هستن از لحاظ امکانات اگر باشه، از لحاظ هر چیز اگر باشه، مثلا با مدل های افغانی خود ما که حالا یک برنامه‌نگیشون شما هستین، چه تغییرات هست و چه چیزهایی هست که بیشتر روی مدل های افغانی خود ما باید کار شود در قسمت مدل های ما؟ خب مدل های کشورهای دیگه در همون معیار استاندارد قرار داره، به خاطر که هر نوع امکانات زمینی، مثلا تمرینات گونه کتوکایی که میکنن، اسپانسرایی که دارن، فیشن ویکایی که در هر کشور یک فیشن ویک برگزار میشه، یعنی هفته فیشن در هر هفته یک لباس جدید تولید میکنه هر کمپانی که مدلا خرید فروش بشه. مثلا احمد باید با می لباس مرا با می زیبایی به نمایش بگیره، محمود می لباس مرا به نمایش بگیره، یعنی سطح امکانات کار مدلینگ در خارج از کشور، یعنی اگر بگویم در جهان اولین درآمدی که دارد تجارت نفت است، بعد از نفت تجارت فیشن است که خیلی بازار گرم است در خارج از کشور مدلینگ و برنامه فیشن. در افغانستان خب کمی رسانه مسئول از شایدی به گلو گذاری بر بخوره که کسایی را باید تبلیغ بکنه، گپایی باید تبلیغ شوه، لباسایی باید تبلیغ شوه، مدلایی باید تبلیغ شوه که مطابق معیارات یا چوکات یک مدل است. و ما بدبختانه براتون بگویم اصلا جوانایی که در لباس در قسمت لباسای خارجی کار میکنه، البته او جوانا با بهترین چهره، با نابترین چهره، با نابترین اندام روی تصویر هستند، ولی او ادا کسایی که با لباس افغانی کار میکنه اعطامون نرخ مثلا خراب میگه، فرض کنیم لباس هم میاله به نمایش گرفتیم، میگه والا نرخ این لباس ما 2000 دلار است یا 3000 دلار است. یک بازار خرابی لباسای افغانی است که باید ما نرخ لباسای افغانی را خراب نسازیم. بازم تماس داریم، بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام برسه، خوش آمدید. صدای مرا میشنوین؟ بله سلام علیک. سلام، خیلی خوش آمدین، خدا معرفی بکنین. بله صدا شما رو میشنم. خدا معرفی بکنین کی هستین و بفرماین سوال دارین. تماسشان قطع شد، مشکل همیشگی تماس میگیرین از گوشی تلفن، صدای ما را بشنوین تا تماس شما قطع نشه. خب اجمل جان، با تیمی که با شما کار میکنه با اونا چقدر همکار هستی؟ مثلا تمرینات یاد کردن، بعد تمرینات با اونا میداشته باشین تا اونا هم به شکل کم تو خودتان مسلکی کار میکنین، اونا هم بیشتر مسلکی کار بکنن و بفهمن دقیقاً وقت در این رشته کار میکنن چی چیزهایی هست که اونا باید بیشتر بدونن، یعنی با تیمتان همکار هستین و چقدر دقیقاً؟ در یک ماه دو بار، یعنی یک هفته در میان تمرینات داریم که اونا آدمو مقر کمیشه جمع میشه میاین، اما تکتیک ها حرکات، یعنی با هر لباس که حرکات فرق میکنه، با لونگی یک نوع حرکات باید بریم، قسمت رفتار که باید یک مدل با کدام معیارات چه قسم قدم بزنه، قدم دور نزدیک، تمامش با اونا کار میکنیم تا بتونیم مدل های مسلکی را یعنی آماده بسازیم تا یک بیای روی تصویر و از اون معیارات اصل مدل که ما نمایندگی از مدل یا از فرهنگ اصیل افغانستان میکنیم اونا پیشکش جامعه شد. دقیقا. جمیله جان نورستانی همکار همیشگی ما، اینا بازم یک نظر گذاشتن، خیلی کوتاه میخوایم به خانش بگیرم چون وقت ما هم خیلی کم است. گفتن سرزمین زیبا و افسانوی نورستان، این سرزمین با داشتن فرهنگ دست نخورده و اصیل آریایی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و سرزمین واحد ما افغانستان سرزمین همه گروه های انتیکی کشور بوده، در طول تاریخ در کنار هم زیسته و بنابرای بعضی چیزهایی از فرهنگ ولایت نورستان جمیله جان یاد کردن، چیزهایی به خصوص خود که دارن و اجمل جان هم در رابطه نظر خود داشتن. سلامت باشین جمیله جان، از اینکه همیشه در برنامه با ما همکار هستین تماس داریم. سلام برسه به شما، خوش آمدین. سلام علیکم. سلام، خدا معرفی بکنین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوال دارین.
خب بازم تماسشان قطع شد، نمیفهم وقت داریم یا نداریم. اگر وقت از خب میتونین دوباره تماس بگیرین و حتما سوال دارین از اجمل جان. خب اجمل جان، دوستای ما دقیقاً از هر ولایت نام میبرن که لباسهایشان آماده کردین یا نه، و نورستان گفتین تقریبا چندین لباسهای دیگه هم هست که شما آماده کردین. اون لباسهایشان دیزاینهایشان متفاوت تر از بویی یا چیز تقریبا ندارن؟ اونا یک نوع چپنایی که پشم و گوسفند ساخته شده، کلاهای مختلف میپوشن، پوسینای مختلف میپوشن، پیرانتمانای مختلف میپوشن. لباساشون هر لباسشون یعنی نزدیک خدا دارن ولی فرقای خدا هم داره. مثلا جوانایشون با کسایی که مثلا کهنسال هستن لباسایشون چیز تغییر داره؟ کهنسالایشون زیادتر چپن میپوشن بخاطر سالگیشون، وگرنه لونگیای مخصوص کنا میپوشن. در سمت نورستان هم پشتوناش که لونگی میپوشه و مختلف است، یعنی لباسایش ویژگیای خود داره، هر لباس زیبایی خاص خود داره. دقیقاً. بازم تماس داریم، خدا کنه تماس بیننده ما بازم قطع نشه. نمیفهم کی هستن، سلام برسه به شما، خیلی خوش اومدین. زحل جان خوش آمدین، بفرماین. سلام علیکم خواهر عزیز، خوب هستین؟ صحتان خوبه؟ تشکر، سلامت باشین، بفرماین نظر یا سوال. خواهر عزیز، من از اجمل جان سوال داشتم. گفتیم ما میخواستیم یک دمی درباره لباسای افغانی خودمون معلومات بدیم. خب در کل میخواین یا که کدام جای مشخص، کدام ولایت؟ از ولایت نورستان از نظرم به خاطر میخواستم معلومات درباره اون برام بگین. لباسای خانمای نورستان. بله بسیار خوب، تشکر زال جان از اینکه تماس گرفتین. اجمل جان معلومات دادن، خب حتما شما هم تازه بیننده شدین. خوب از وقت لباسای خانم‌ها اگر چیز معلومات میتین برشون. خوب است، قبل از اینکه چون که وقت برنامه هم کم است، فقط یک دقیقه درباره قدامت نورستان هم صحبت میکنم که نکته بسیار مهم است. یعنی نورستانی‌ها به خاطر از دست ندادن ولایت نورستان 1200 سال تحت محاصره کفار بودن. بعد از 1200 سال اینا دوباره نورستان به دست آوردن و در سال 1985 عبدالرحمن خان یک از سپرسالار، یک از پادشاهی بود که دوباره نورستان به دست آورد به دست مسلمان ها. یعنی قبل از او به بنامهای دیگه هم نورستان مسما بود. بعد از سال 1998 باز دوباره تحت تصرف مسلمان ها قرار گرفت. و لباس های خانم ها را از نورستان گفتم که زیادتر رنگ های پیرانه بلند می پوشن، رنگ های شوخ می پوشن، هر رنگ شوخی که می پوشن دو گل های یعنی متفاوت از او، یک رنگ متفاوت، یا مثلا اگر رنگ سبز استفاده می کنن رنگ دو باز دوباره رنگ سرخ کار شده. و زیادتر چادرهایشان به شکل لونگی استفاده می کنن و در سمت ها مختلف است که پوست حیوان هم تا خانم ها استفاده می کنن. لباس های مختلف دارن اینا. بسیار خوب، فکر کنم وقت ما تمام میشه. چیز گفتنی اگر مانده از ولایت نورستان خیلی کوتاه شما مشنایم. اگر گفتم گفتنی نمیدونم چیزایی که خیلی مهم بود با مشوره نورستانی های ما مشغول لباس ها هم معلومات را دادم. ان شاء الله با امید که نورستانی های ما از این کرده بیشتر و بیشتر ما حمایت میکنن. بله حتما، و ان شاء الله ما هم منتظر کارهای تازه شما هم هستیم. تشکر اجمل جان از شما. اگر میخواین خب تفسیر جان همچنان سلام تقدیم کردن و تشکری کردن از برنامه و از موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم. سلامت باشین. اگر میخواین با برنامه ما پیام بگذارین میتونین 488 تماس بگیرین، بعدن کلید 4 هفته فشار بدین. از سیم کارت های روشن و اتصالاتتان ما در خدمت شما هستیم، یعنی از طریق فیسبوک همچنان ما در خدمت شما هستیم. تشکر می کنم از دوستای ما که امروز هم در برنامه تماس گرفتین. سلامت باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. برنامه های بعدی تلویزیون خورشید هم فراموش نکنین. خداوند نگهدار همه ما. شما تا دیدار بعد.